You see, there's a science to getting people to trust you. I want to be. You could teach me in your room. That is so bad. Is it? Does it feel sexy on your face? A little. It does. Okay, let's go. یه شب داخل یه رستوران این دختر خوشگله که اسمش جز هست واسه اینکه از دست مزاحمت های یه نفر دیگه خلاص بشه میاد سر یه میزی میشینه و با این آقایه که اسمش نیکیه با هم آشنا میشن. رابطه یه اون دوتا به اتاق هتل کشیده میشه و وقتی داشتن روی تخت یه کارایی رو صورت میزدن یهو یه مرد با اسلحه وارد میشه و میخواد تا نیکی رو بکشه. جز بهش میگه که اون شوهر منه، هرچی که میگه گوش کن و پولهای خودت رو بهش بده. اما نیکی با خونسردی تمام روی تخت دراز کشیده بود و به اونها میگه من که فهمیدم شما دوتا میخواستی منو تیغ بزنید و این نقشه شما اصلا به درد نمیخوره و حتی شروع به راهنمایی اونها میکنه. اونجاست که جس متوجه میشه ایداد بیداد، این نیکی خودش یه دزد حرفه‌ای هستش و نقشه اونها بیفایده بوده. نیکی که از جس یه جورایی خوشش اومده بوده اون رو تعقیب میکنه و با هم به یه کافه میرن و هم صحبت میشن. نیکی یه چیزایی از زندگی خودش و حرفش تعریف میکنه. جس هم از نیکی میخواد تا به اون چند تا تکنیک جیبوری خفن رو یاد بده. مدتی بعد در حالی که نیکی داشته نقشه دزدی بزرگ رو میکشیده سرکله جس پیدا میشه. جس از نیکی میخواد تا اون رو عضو از گروه کلاهبرداری خودش بکنه. نیکی بهش میگه که قبل از اینکه عضو از تیم من بشی باید چند تا امتحان رو پاس کنی. امتحانی هم که جس باید میده چیزی نبوده جز جیببری و دزدی و بین یک جمعیت خیلی شلوغ اون موفق میشه تا به راحتی جیب مردم رو بزنه و عضو از گروه نیکی میشه. نیکی برای جز تعریف میکنه که کار اونها یک کار تیمی بزرگ هستش و اون خوش دست تنهای کارها رو انجام نمیده. اونا تقریبا تمام وسایل افرادی رو که وارد هتل‌ها و کازینوها میشن تا بیان مثلا رویدادهای ورزشی رو نگاه بکنن و میدوزن، بعد هم خیلی سریع اونها رو میفروشن و اینجوری با این کارهای کوچیک کوچیک کلی پول به جیب میزنن. نیکی وسط این دزدی‌های خودش قلب جز رو هم میدوزه و اونها با هم دیگه دوست میشن. نیکی برای جس تعریف میکنه که پدر اون هم یه کلاهبردار و دزد خیلی حرفه‌ای هستش و به اون چیزهایی رو یاد داده که باعث شده اینقدر توی این کار حرفه‌ای بشه. بعد از تموم شدن دزدی ها نیکی و جس که داشتن به فرودگاه میرفتن تا شهر رو ترک کنن یهو وسط راه نیکی از جس خداحافظی میکنه و از ماشین پیاده میشه و جس میمونه با پولی که به دست آورده بود و یه قلب شکسته. 3 سال از اون اتفاق میگذره و حالا نیکی برای رافائل که رئیس یه تیم اتومبیلرانی معروف هستش کار میکنه. رافائل برای اینکه تیم مقابل خودش رو شکست بده با نیکی یه نقشه میکشن. نیکی به رافائل میگه که توی مهمونی امشب من با توی دعوای سوری را میندازم و اینجوری تیم مقابل از من میخوان تا عضوی از اونها باشم. بعد که عضوی از تیم اونها شدم بهشون میگم که برای انتقام گرفتن از تو میام تا فرمول مخصوص ماشین ها تو بهشون بدم، اما به جای فرمول مخصوص یه فرمول تقلبی بهشون میدم. رافائل هم از پیشنهاد نیکی خوشش میاد و قبول میکنه. شب مهمونی فرا میرسه و نیکی که حسابی توی نقش خودش غرق شده بوده یهو چشمش به جمال جس میفته. خب بچه ها اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید. بریم تا بقیهش رو با هم دیگه ببینیم. نیکی که بعد از 3 سال حالا داغ دلش تازه شده بوده متوجه میشه که جس با رافائل دوست هستش. اون دیگه همه چیز رو فراموش میکنه، نقش مقشه رو بیخیال میشه و میره سراغ رافائل و تا میخوره اون رو میزنه. بعد از دعوای اون شب رافائل کلا نیکی رو اخراج میکنه و اینجوری میشه که نیکی کلا میره جزوی از تیم رقیب میشه. نیکی که هنوز تو کف جس بوده بی خیال اون نمیشه، همشون رو تعقیب میکنه و آخر هم موفق میشه یه جا تنها اون رو گیر بیاره و باهاش حرف بزنه و بعد هم دوباره با هم دیگه رابطهشون رو شروع میکنن. از طرفی نیکی که یه دزد حرفه‌ای بوده فرمول ماشین‌های رافائل رو به همه تیمای دیگه میفروشه و کلی از این طریق پول به جیب میزنه. نیکی و جس تصمیم میگیرن تا با همدیگه به آمریکا فرار کنن، اما بین راه تصادف میکنن و به وسیله افراد رافائل گرفته میشن. رافائل که فهمیده بوده نیکی فرمول اون رو به همه تیما فروخته حسابی اعصابش خورد بوده، اون شروع میکنه تا جس رو خفه کنه و بتونه از نیکی اعتراف بگیره.
رافائل از نیکی میپرسه که تو چجوری تونستی رمز کامپیوتر من رو به دست بیاری. نیکی هم بهش میگه که در واقع از جس سوء استفاده کرده و یه گردنبند رو به جس میده که جس قبلا اون رو خیلی دوست داشته و داخل اون گردنبند هم یه دونه دستگاه مخصوص بوده که میتونسته اطلاعات لپتاپ اون رو وقتی که جس وارد اتاق رافائل میشه به دست بیاره. وقتی که حرفای نیکی تموم میشه، رافائل شروع میکنه به خندیدن و بهش میگه که من میدونم که تو داری دروغ میگی و اینجاست که جس میگه من هیچ وقت وارد اتاق رافائل نشدم و اصلا دوست اون نبودم و فقط تو کف ساعتش بودم و میخواستم ساعتش رو بدزدم. اینجاست که نیکی حسابی قاطی میکنه و با جس شروع به بحث کردن میکنن. رافائل دوباره نیکی رو تهدید میکنه و بهش میگه که حقیقت ماجرا چیه و به من بگو که چجوری اطلاعات من رو به دست آوردی. همین که نیکی میخواد اعتراف کنه، یهو دستیار رافائل با تیر به اون شلیک میکنه. همینجا یه مکس کوتاه کنیم. بچه ها توی کامنت ها برام بنویسید قبل از اینکه تا آخر فیلم رو ببینید که به نظر شما نیکی زنده میمونه یا اینکه میمیره. رافائل از ترس اینکه ماجرا بیخ پیدا نکنه از اونجا میره و بیخیال میشه. همون موقع هستش که در حالی که جس بالا سر نیکی بوده و فکر میکرده نیکی داره نفسهای آخر خودش رو میکشه، دستیار رافائل به کمک اون میاد. دستیار رافائل که اسمش باکی بوده به جس میگه نگران نباش، اون زنده میمونه. جس که هنگ کرده بوده و نمیدونسته داستان از چه قراره، متوجه میشه که این باکی در واقع پدر نیکی هستش و تمام اینها یه نقشه بوده که نیکی با پدر خودش کشیده. پدر نیکی اونها رو به بیمارستان میرسونه اما نامرد همه پولها رو برای خودش برمیداره و به پسرش میگه که حواست باشه که هیچ وقت توی دوزی تمرکز خودت رو از دست ندی، اشتباهی که من قبلا انجام دادن، و بعد هم از اونجا میره. در حالی که جس داشته کشون کشون نیکی رو به بیمارستان میبرده، نیکی بهش میگه عجب ساعت قشنگی و اونجاست که ما متوجه میشیم جس موفق شده تا ساعت رافائل رو ازش بدزده و اونها با خنده با هم به بیمارستان میرن. خب بچه‌ها، اینم از فیلم قشنگ امروز. برای حمایت از من اگه دوست دارید کانال رو سابسکرایب کنید، زنگولارم بزنید که هر وقت ویدیو میذارم شما زودتر با خبر بشید. مرسی که باز هم تا پایان ویدیو با من همراه بودین. تا یه ویدیو دیگه و به امید روزهای بهتر، خدا نگهدار.